چهار خلیفه در دوران امامت موسی بن جعفر در این 35 سال به خلافت رسیدن. یکی منصور عباسی است که 10 سال از دوران اول امامت موسی بن جعفر منصور عباسی بر سر کار بود. بعد پسر او مهدی است که او هم 10 سال خلافت کرد. بعد پسر مهدی هادی عباسی است که 1 سال خلافت کرد. بعد از او هم هارون الرشید که در حدود 12-13 سال هم از دوران خلافت هارون موسی بن جعفر علیه السلام مشغول دعوت و تبلیغ امامت بودند. 4 خلیفه، هر کدام از این 4 خلیفه یک زحمتی و یک فشاری بر موسی بن جعفر وارد کردند. موسی بن جعفر یقینا یک دورانی رو در خفا زندگی میکرده، اصلا زندگی زیر زمینی که معلوم نبوده کجاست. ما امروز نگاه میکنیم موسی بن جعفر، خیال میکنیم یه آقای مظلوم بی سر و صدای سر به زیری در مدینه بود و رفتن مامورین اینو کشیدن آوردن در بغداد یا در کوفه در فلانجا در بصره زندانی کردن، بعدم مسموم کردن از دنیا رفت، همینو بس. قضیه این نبود. قضیه یک مبارزه طولانی، یک مبارزه تشکیلاتی، یک مبارزه با داشتن افراد زیاد در تمام آفاق اسلامی. موسی بن جعفر کسانی داشت که به او علاقمند بودن. اون وقتی که پسر عمو، پسر برادر ناخلف موسی بن جعفر که جزو افراد وابسته به دستگاه بود درباره موسی بن جعفر با هارون حرف میزد، تعبیرش این بود که خلیفتان یجبا الیهم الخراج. گفت هارون تو خیال نکن فقط تو هستی که خلیفه در روی زمین هستی در جامعه اسلامی و مردم به تو خراج میدن، مالیات میدن. دو تا خلیفه هست، یکی توی، یکی موسی بن جعفر. به تو هم مردم مالیات میدن، پول میدن، به موسی بن جعفر هم مالیات میدن، پول میدن. و این یه واقعیت بود. خطر موسی بن جعفر برای دستگاه خلافت خطر یک رهبر بزرگی بود که دارای دانش وسیعه، دارای تقوا و عبودیت و صلاحی است که همه کسانی که او رو میشناسند اینو در او سراغ دارن، دارای دوستان و علاقمندانی است در سراسر جهان اسلام، دارای شجاعتی است که از هیچ قدرتی در مقابل خودش ابا نداره، واهمه نداره. لذاست که در مقابل عظمت ظاهری سلطنت هارونی اون طور بی محابا حرف میزنه و مطلب میگه. یک چنین شخصیتی مبارز، مجاهد، متصل به خدا، متوکل به خدا، دارای دوستانی در سراسر جهان اسلام و دارای نقشه‌ای برای این که حکومت و نظام اسلامی رو پیاده بکنه، این بزرگترین خطر برای حکومت هارونی است. لذا هارون تصمیم گرفت که این خطر رو از پیش پای خودش برداره. البته مرد سیاستمداری بود، این کار رو دفعتاً انجام نداد. اول مایل بود که به یه شکل غیر مستقیم این کار رو انجام بده، بعد دید بهتر این است که موسی بن جعفر رو به زندان بیاندازه، شاید در زندان بتوانه با او معامله کنه، به او امتیاز بده، زیر فشارها او رو وادار به قبول و تسلیم بکنه. البته شخصیت موسی بن جعفر در داخل زندان هم همون شخصیت مشعل روشنگری است که تمام اطراف خودش رو روشن میکنه. ببینید حق اینه، حرکت فکر اسلامی و جهاد متکی به قرآن یه چنین حرکتی است، هیچ وقت متوقف نمیمونه حتی در سخت‌ترین شرایط. این رو بدانید که استقامت ائمه ما در مقابل اون جریان‌های فساد موجب این شد که امروز ما میتونیم اسلام حقیقی رو پیدا کنیم. امروز نسل‌های مسلمان و نسل‌های بشری میتونند چیزی به نام اسلام، به نام قرآن، به نام سنت پیغمبر در کتب پیدا کنند، اعم از کتب شیعه و حتی در کتب اهل تسنن.
اگر این حرکت مبارزه جویانه سرسخت ائمه علیهم السلام در طول این 250 سال نبود، بدانید که قلم به مزدها و زبان به مزدهای دوران بنی امیه و بنی عباس اسلام رو تدریجا اونقدر عوض می کردند و می کردند که بعد از گذشت یکی دو قرن از اسلام هیچی باقی نمی موند، یا قرآنی نمی موند یا قرآن تحریف شده‌ای می موند. پروردگارا درود و سلام فراوان و عمیق ما را به تربت پاک این امام بزرگوار نثار بفرمایید.